سلام فرشته های من، امیدوارم هر جای این دنیای بزرگ که هستین حالتون خوب باشه. امروز میخوام در مورد خارش پوست بدن به خصوص بعد از حموم باهاتون صحبت کنم، علت ها و دلایل مهم رو براتون بگم و یه سری راه های پیشگیری رو با هم داشته باشیم. در ادامه هم یک کرم از برند تاچا که تازه خریدم و میخوام در موردش صحبت کنم، آیا این همه قوقا واقعا ارزش این قیمت ها رو داره یا نه. اگر این موضوع براتون جالب هست لطفا در ادامه با سارا باشید. دوستان کلم، اگه من رو نمیشناسید، من سارا هستم و در کانالم سارا بیوتی تیوی در مورد مراقبت های پوست و مو صحبت میکنم و اینکه میریم روی موضوع اصلیمون، چرا پوست ما این همه حالت خارش پیدا میکنه و این مسئله همیشه بعد از حموم اتفاق میفته. آیا پوست ما کثیفه که ما پوستمون خارش پیدا میکنه؟ نه، مسلما این حالت نیستش، چون ما فارسی زبان ها برای بهداشتمون خیلی وقت میذاریم. یکی از علت هاش استفاده بسیار زیاد از مواد شوینده هست که یا همون مایع های شستشوی بدنی هست که شما عزیزان در حموم ازش استفاده میکنید. وقتی مقدار زیادی ازش استفاده میکنیم و اگر اون کف حسابی ایجاد نشه، انگار بدن ما تمیز نمیشه و همون باعث ایجاد خارش میشه. من یک دختردایی دارم که مادر بزرگ ایشون همیشه میگفت وقتی من میرم حموم باید یک قالب صابون رو تمام کنم تا تمیز بشم. حالا ایشون یک خانم پیر و سن بودن با عقاید گذشته. خب ما در دوره زندگی میکنیم که دیگه کسی از قالب های صابون استفاده نمیکنه. اونها پیچ های قلیایی داشتن و خودش برای خودش یک مشکلات حادی رو ایجاد میکرد. اما الان بیشتر صابون ها یا صابون های غیر صابونی که برای شستشوی بدن هست، حاوی کرم هایی هست و همه اونها pH 6 داره. مثلا داو یک نمونش هست که اینها حالت اسیدی دارن و نباید در یک فرد نرمال این حالت رو ایجاد کنه. اما مشکل دوم این هست که ما عادت داریم فارسی زبان ها که از حوله ها و لیف های خیلی زبر برای تمیز کردن پوستمون استفاده میکنیم. یعنی لیف رو آغشته به اون مایع شستشوی بدن میکنیم و این پوست بدن ما مثل یک ته قابلمه برای ما میمونه که شروع میکنیم به ساییدنش و این ساییدن و ماساژ دادن و تکرار، یعنی یک بار که لیف میزنیم و آب کشی میکنیم میگیم تمیز نشد که یک بار دیگه، و تکرار این کار باعث آسیب به سد دفاعی پوست شما میشه و پوست داره مرتب آب از دست میده. حالا شما حساب کنید که مقدار زیادی از شستشوی بدن رو استفاده کردید، اون هم موادی رو از طریق این سد دفاعی آسیب دیده وارد پوست میکنه، چون پوست حالت ترک ترک پیدا کرده. حالا حساب کنید که شما میخواین آب کشی کنید. خب افرادی که هستن که از وان استفاده میکنن با همون کف و آب میان بیرون که اون فکر نمی کنم فارسی زبان ها این کار انجام بدن، ولی اگر آب کشی درست انجام نشه و این مایعی که باهاش بدنمون رو میشوریم کامل از روی پوست ما برداشته نشه، خود اون عامل مهمی هست برای تحریک پوستی. این سه تا عامل رو براتون گفتم که در حین شستشو و در حموم برای ما اتفاق میفته. حالا آب کشی کردیم، آب کشی کامل انجام دادیم، از حموم خارج میشیم، استفاده از حوله ها هست. ببینید دوستان، اگر حوله رو دور بدنمون بگیریم و آب که روی سطح پوستمون هست رو بگیریم، خب این کاملا قابل قبول هست. ولی مشکل این است که بعضیا این حوله رو میکشن بر روی پوستشون و انگار ما داریم چندین بار و به شکل مکرر کار اسکراب رو بر روی پوستمون انجام میدیم و یک اسکراب شیمیایی نیست، یک اسکراب فیزیکی هست که از نظر علمی کاملا رد شده است و اصلا نباید استفاده بشه. حالا دیگه الان مثلا تابستون ها که حوله شسته میشه، مثلا من خودم در حیات پهن میکنم و وقتی که خوش میشه انگار که سنباده میشه، دقیقا این سنباده میشه، ولی وقتی تو خشک‌کن میریزی حالت پفی و نرم پیدا میکنه. اون حوله خشک خودش یک عامل اصلی برای آسیب به پوست شما میشه. خب این حالتهایی هست که ما آب زیادی از پوستمون رو از دست دادیم، آب کشی درست نکردیم، مقدار زیادی از مواد رو استفاده کردیم، با یک حوله زب پوستمون رو خشک کردیم و پوست تشنه
بدون هیچ آبی. و شما چه انتظاری خواهید داشت؟ حتی اگر هیچ مشکل پوستی، خشکی پوست یا جز کسانی پوست های حساس، پوست های خشک، اگزما، پسوریز، هیچ کدوم از اینا رو نداشته باشید، ولی این نکات رو رعایت نکنید شما هم آسیب خواهید دید. حالا دیگه باید چی کار کنیم؟ اولینش که خب من همیشه در موردش صحبت کردم، استفاده از کرم های مرطوب کننده است، به خصوص کرم های مرطوب کننده ای که حاوی گلیسرین و دایمیتیکون هستن. این دو ماده یک آبرسان فوق العاده قوی برای کمک به پوست شما هست. دوت ستافل، سراوه، نمونه‌های خیلی خوبی هستن برای کرم‌های بدن، ولی همیشه یادتون باشه که از کرم‌های استفاده کنین که بدون عطر هستن، چون اون عطر هم مزید بر علت میشه و شدت خارش رو بیشتر میکنه. دوستان گلم، قبل از که ادامه ویدیو رو داشته باشم، مهربون ها، کسانی که اولین بار هست ویدیوهای سارا رو میبینن، اگه سابسکرایب نکردین خوشحال میشم که برام سابسکرایب کنین، اون زنگوله رو بزنین تا در جریان ویدیوها قرار بگیرین، لایک یادتون نره مهربون ها. و این هم اینستاگرام سارا هست، به گروه ما در اینستاگرام هم بپیوندین. و یه خبر خوب این هست که به زودی هدیه ها رو برای شما عزیزان در نظر خواهم گرفت. بریم سر وقت ادامه ویدیومون. عوامل دیگه‌ای که باعث خشکی و خارش بعد از حموم میشه، یکی حساسیت به خود آب هست، یعنی افرادی هستن که به خود آب آلرژی دارن و وقتی آب به پوستشون میخوره این حساسیت ها شروع میکنه به اکتیف شدن. یک عامل دیگه‌اش آب و هوای خشک و گرم هست، این هم در فصل تابستون شدت خارش ها رو بیشتر میکنه. از طرفی چون مرتب عرق میکنیم، این تعداد حموم ها و دوش گرفتن ها بیشتر میشه و خودش انگار مشکل رو دو برابر میکنه. عامل دیگه ای که باعث خارش میشه این هست که وقتی افراد دوش رو در شب انجام میدن، دیده شده که شدت خارش ها بیشتر میشه و اینکه حتی خواب رو به هم میزنه. پس سعی کنید همیشه یک فاصله بین دوش گرفتن و خوابتون داشته باشین و حتما از مقدار زیادی کرم مرطوب کننده استفاده کنین. عامل بعدی که خارش های پس از حموم رو دارن افرادی هستن که معتاد به مواد مخدر هستن. این افراد هم در از سیگنال های عصبی که در سطح پوستشون هست با اون فلاینفعالاتی که حالا اگه بخوام به زبان ساده براتون توضیح بدم، مواد مخدر باعث ترشح هیستامین و خارش میشه و این یکی از نشانه ای که افرادی که معتاد هستن خارش بدن دارن، به خصوص بعد از حموم این شدت پیدا میکنه. یک عامل دیگه ای که پس از حموم شما گرفتار خارش های شدید میشین دوستان، یکی از علائم اولیه و در اصل میتونیم بگیم یک هشدار هست برای کسانی که دارن مبتلا میشن به سرطان خود. من نمیخوام شما رو الان بترسونم تو این برنامه و بگم که حالا به خاطر سرطان خون و علائم اولیهش این اتفاق میفته، ولی در یک سری افراد دیده شده. پس اگر شما تمام درمان ها رو انجام دادین، تحت نظر متخصص پوست بودین حتما و درمان نشدین و این خارش ها آزار دهنده و ادامه داشت بدون علائم دوستانی، که مثلا پسوریازیس نبود یا اگزما نبود یا خشکی پوست نبود، یعنی پوست کاملا حالت طبیعی داره ولی خارش داره، اون موقع بهتره که گلبول های یا سلول های خونیتون اندازه گیری بشه. این یک علت هست که فعلا در حوصله برنامه نیست، فقط بتونین که یکی از علت های خارش های بعد از همون میتونه علائم هشدار دهنده از سرطان خون باشه. و نکته بعدی این که در افرادی که به دیگه دهه 30 رو رد میکنن و وارد دهه 40 میشن، ناخودآگاه این خشکی ها بیشتر میشه و پس از حموم این خشکی شدتش هم بیشتر میشه. از موادی هم که میتونین استفاده کنین، یکی پروموکس هستش که با خاصیت بیهسی کمک میکنه که این خارش به خصوص در طول شب شدتش کاهش پیدا کنه. این حتما تحت نظر متخصص پوست باید برای شما تجویز بشه. بعدش منتول هست که یک حالت خنک کنندگی رو به پوست میده و کمک میکنه که خارش رو باز هم شدتش کاهش پیدا کنه. و بتا آلانین یک اسید آمین
ویتامینی هست که خیلی از افراد به عنوان پودر برای بدنسازی استفاده میکنن. دیدن که استفاده از اون هم خیلی کمک کننده است. ولی ازتون خواهش میکنم اگر تمام نکاتی رو که تو این ویدیو مطرح شد و شما انجامش دادین و نتیجه نگرفتین، بهتره که با مشاوره حالا پزشک خانواده یا اگر پزشک متخصص پوست در دسترستون هست یا توانایی مالیتون برای پرداخت هست، هزینه های بسیار بالا برای ویزیت یک متخصص پوست، حتما مراجعه کنین و بر اساس اون داروها و درمانها شروع بشه. من در زیر همین ویدیو یک سری کرم‌های بدون عطرآبو که کمک کننده است و برای این خارش‌های پس از حموم خیلی کمک کننده است، نمونه‌هاش رو زیر همین ویدیو براتون میذارم. و نکته پایانی این که وقتی که شما از آب خیلی خیلی داغ و گرم برای حموم استفاده میکنیم، بعضی ها عادت دارن که باید آب خیلی خیلی داغ باشه، یعنی تو دمای بالای 40 درجه دوش میگیرن و این هم میتونه یک عامل تشدید خارش بشه. حتی در عزیزان ممکنه که کهیر رو ایجاد کنه، که این موقع ها میتونین از آنتی استامین استفاده کنین. و یادتون باشه که اگر خارش ها رو، مناطقی که خارش داره رو، با ناخون یا مالش بدین یا هر کاری باهاش بکنین، شما دارین بیشتر و بیشتر به سطح دفاعی پوستتون آسیب میرسونین و همه اینها انگار مشکل رو چند برابر میکنه. این نکات رو لطفاً رعایت کنین و من مطمئن هستم که اگر این نکات رو رعایت کنین، بعد از یک مدتی تمام این خارش ها از بین میره. اما میریم سر وقت این کرم تاچا. زیر این محصول یه سری مشخصات براش گذاشته که زیر همه محصولات تاچا این مشخصات هست. خودتون هم میتونین ببینین که نوشته که یک برنج بنفش ژاپنی هست، سرشار از آنتی اکسیدان هست، با خشکی، تیرگی و اون حالت ناهمواری پوست رو برطرف میکنه، که استحکام و قابلیت ارتجاعی رو بهتر میکنه برای پوست شما، از جلبک اوکیناواست که نمیگه که کار آبرسانی و بهبود سد دفاعی رو، عصاره جینسنگ هست، آویشن وحشی و مرزنجوش شیرین برای تغذیه پوست و چای سبز. همه اینها در داخل این محصول هست و این محصول رو یک محصول گران قیمت کرده و اینکه قیمت ها بین 67 یورو تا مقدار بالاترش که اگه در قوطی بزرگتر انتخاب کنید تا 95 پوند هم قیمتش بالا میره. ولی من همه اینها رو بهتون گفتم دوستان، این هیچ ماده اکتیوی در داخلش وجود نداره، این فقط یک آبرسان هست که در داخلش موادی وجود داره که لوکس هست، فقط همین. یعنی اینکه شما منتظر یک معجزه از این کرم نباشید، ممکنه که تمام خاصیت ارتجاعی پوست شما رو بهبود بده، ولی کارش آبرسانی هست، یعنی آب رو به پوست شما میرسونه، خطوط باز میشه، پوست حالت پف کرده پیدا میکنه، ولی همین که قطعش کنید دوباره پوست شما با حالت عادی برمیگرده. یعنی شما باید به شکل مکرر این محصول رو بخرید، تکرار کنین، استفاده کنین. و من حتی دیدم که خیلی از یوتیوبرهایی که غالبا اینها به شکل مجانی در اختیارشون قرار میگیره، زیر آرایش ازش استفاده میکنن و در نهایت اینکه یک آبرسان هست. اگر توانایی مالی برای خریدن همچین محصولی رو دارین، قابل تاییده و درماتولوژیست ها هم تاییدش کردن، ولی اینکه این به عنوان نمبر وان دنیا باشه و فلان و بسار، نه، همچین چیزی وجود نداره. شما میتونین با یک لوشن سراوی 10 پوندی هم یک پوست آبرسانی شده ترد زیبا داشته باشین که با 3 تا سرامید اصلی هست، تمام سد پوستی شما رو بهبود میده، آبرسانی میکنه و فوق‌العاده عالی هست. و من همینجا به شما میگم که شما نیاز به خریدن همچین محصول لوکسی ندارین، مشروط به اینکه توانای مالیتون به حدی باشه که بریم و بخریم و ازش لذت ببرین، قابل قبول هست. این هم از ویدیوی امروز فرشته های من. مرسی برای تمام جملات پر از محبتتون در ویدیوی قبلی که من گذاشتم براتون و خیلی خوشحال شدم که شما عزیزان رو دیدم و دارم کم کم برنامه‌ریزی میکنم برای دادن هدیه، به خصوص
عزیزانی که در 6 ماه گذشته همیشه لطفشون در زیر ویدیوها لایک ها سابسکرایب ها شامل حال من شده. اینها هدیه‌ای ویژه دارن و از این به بعد هم یک سری شروط داده میشه و بر اساس اون بین افراد قرعه کشی میشه و هدیه داده میشه. امیدوارم که کسانی که برنده میشن ازش لذت ببرن. حالا جزئیات رو در ویدیوهای بعدی کم کم در اختیار شما عزیزان قرار میدم. باز هم هر سوالی داشتین لطفا در زیر همین ویدیو مطرح کنین دوستان و سارا با میل و جون همیشه به اونها جواب میده. اگر هم در ویدیوهای گذشته چیزی نوشتین که من در هفته گذشته که در دسترس فضای مجازی نبودم و به سوال‌ها جواب ندادم، لطفاً زیر همین ویدیوهای جدید دوباره سوالاتتون رو مطرح کنین که من بتونم همه رو بخونم و به اونها جواب بدم. سارا خیلی دوستتون داره و مثل همیشه تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.